درود بر شما. با 180 ثانیه پنج شنبه 12 بهمن ماه همراه ما باشید. مقامات آمریکایی میگویند برنامه حملات چند روز آینده این کشور علیه اهدافی در سوریه و عراق که شامل پرسنل و تأسیسات ایرانی نیز میشوند تصویب شده است. این مقامات گفتند که آب و هوا عامل مهمی در زمان اجرای این حملات است. وزیر دفاع آمریکا نیز گفت نه جو بایدن نه خودش حمله به نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را تحمل نخواهند کرد. او گفت اکنون لحظه خطرناکی در خاورمیانه است و تاکید کرد با اینکه آمریکا از گسترش منازعه با ایران پرهیز می‌کند اما دفاع از منافع آمریکا هم ضروری است. خبرگزاری رویترز به نقل از 5 منبع مطلع گزارش داد سپاه پاسداران استقرار فرماندهان ارشد خود در سوریه را به دنبال موجی از حملات گسترده اسرائیل کاهش داده و بیشتر با تکیه بر شبه نظامیان نیابتیش نفوذ خود در آنجا را حفظ خواهد کرد. 3 منبع به رویترز گفتند به رغم تقاضای تندروها در تهران برای انتقام گیری تصمیم جمهوری اسلامی برای خروج افسران ارشد سپاهی تا حدودی ناشی از عدم تمایل حکومت به گیر افتادن در یک درگیری سراسری منطقه است. حوثی‌های یمن مدعی شدند که در حمله جدید به کشتی‌های تجاری این بار یک کشتی کانتینربر آمریکا را در دریای سرخ هدف قرار دادند. نام این کشتی KOI است و توسط آمریکا اداره می‌شود. در همین حال ارتش آمریکا اعلام کرد که در تازه‌ترین عملیات خود علیه حوثی‌ها 10 پهپاد تهاجمی و یک ایستگاه کنترل زمینی آنها را منهدم کرده است که بنا به گزارش‌ها برای پرتاب آماده شده بودند. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت که ایالات متحده گروه مقاومت اسلامی عراق را مسئول حمله پهپادی اخیر به سربازان خود در اردن و کشته شدن 3 سرباز آمریکایی می‌داند و در حال آماده سازی حملات تلافی جویانه علیه این گروه است. جان کربی افزود واکنش دولت بایدن به این حملات احتمالاً چند وجهی و شامل مجموعه‌ای از حملات به جای یک حمله واحد است. ارتش اوکراین می‌گوید یک ناوچه روسیه را در دریای سیاه غرق کرده است. روسیه هنوز اظهار نظری نکرده. در هفته‌های اخیر اوکراین با اینکه ناوگان فعالی ندارد چندین ناو و کشتی روسیه را با پهباد و شهپاد هدف قرار داده است.